اون گامی که از فردا برمیداریم و سازمان انرژی اتمی رو من همین امروز بهش دستور خواهم داد و موظفش میکنم، از فردا گازدهی رو در فردو آغاز میکنیم. کاهش تعهدات ایران در برجام چه پیامی برای آمریکا دارد؟ این سوال را از کسی میپرسیم که به کنگره آمریکا در مورد ایران مشاوره میدهد. فشار حداکثری آمریکا بر ایران چه نتیجه ای داشته؟ این سوال من از نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا است. ایران 40 سال است که از قواعد بین‌المللی سرپیچی کرده. در زمان توافق هسته‌ای سیاست خارجی رژیم به طور فزاینده‌ای توسعه گرایانه بود. همچنین در برنامه امشب تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران یک سال پس از اعمال دور دوم تحریم‌های گسترده آمریکا. چالش‌های گردشگری ایران در سایه تحریم‌ها. و حسب نام بزرگان ادبی ایران از کتاب‌های درسی به بهانه اصلاح محتوای کتاب‌ها. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ایران در سالگرد بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام کرد که چهارمین گام برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش را برمی‌دارد. قدمی که به گفته اروپایی‌ها برخلاف برجام است و ممکن است به فروپاشی آن بیانجامد. حسن روحانی گفته که برنامه هسته‌ای ایران تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌ماند و گام چهارم همچون سه گام قبلی قابل بازگشت است. تلاش ایران برای فشار بر اروپا تا اینجای کار به نتیجه نرسیده و نشانه‌ای از تغییر در موضع اروپا به چشم نمی‌خورد. آیا به پایان برجام نزدیک می‌شویم؟ آیا خروج از برجام آمریکا را به هدفش نزدیک‌تر کرده؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فؤاد مسیحا. اما در این حال نمی‌تونیم ما یک جانبه تحمل بکنیم که ایران گام به گام از تعهداتش در برجام دورتر می‌شود. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری جزئیات گام چهارم را اعلام کرد. از فردا گازدهی را در فردو آغاز می‌کنیم. و این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن، بگن آقا چی چرا رفتید در فردو میخواید این کار رو بکنید؟ همه اینها رو ما میدونیم، حساسیت اونها رو میدونیم، حساسیت اونها رو نسبت به فردو میدونیم، نسبت به این سانتریفیوژ ها میدونیم. پیشبینی حسن روحانی درست بود. تصمیم تازه ایران خیلی زود صدای امضا کنندگان اروپایی برجام را درآورد. از جمله فرانسه از تهران خواست در تصمیمش تجدید نظر کند. اتحادیه اروپا گفت با کارهایی که ایران می کند حفظ برجام روز به روز سخت‌تر می شود. و روسیه که از متحدان اصلی ایران به حساب می آید گفت که از کاهش بیشتر تعهدات ایران به برجام نگران است. با این حال مسکو تأکید کرده که نگرانی های تهران را هم درک می کند. فردو یکی از موارد عمده اختلاف در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک بود. مرکزی در دل زمین که پیش از برجام به عنوان پشتیبان کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز عمل می‌کرد با بیش از 1000 سانتریفیوژ. اما با امضای توافق هسته‌ای قرار شد از این مرکز تنها برای فعالیت‌های تحقیقی استفاده شود، نه فعالیت‌های منجر به غنی‌سازی. از بهار سال گذشته که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد، ایران سه گام دیگر هم برای کاهش تعهداتش به برجام برداشته. افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین، افزایش سقف خلوص اورانیوم غنی شده و استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید که در برجام محدود شده بود. با این حال تهران اصرار می‌کند که کاهش تعهداتش هم در چارچوب برجام است، هم با نظارت آژانس بین‌المللی و هم قابل بازگشت. فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود. دوم اینکه گام چهارم ما هم مثل سه گام دیگر قابل بازگشته. یعنی هر زمانی اونها برگشتن به تعهدات کامل خودشون، ما هم بر میگردیم به تعهدات کامل خودمون. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هم که در گزارش های قبلیش پایبندی ایران به برجام را تایید می کرد، حالا نگران گام های تهران است.
در تازه ترین واکنش، رافائل گروسی مدیر کل جدید آژانس که گفته می شود مواضع سختگیرانه‌ای در مقابل ایران دارد، از بررسی دقیق تر کاهش تعهدات این کشور سخن گفته. فؤاد مسیحا، بی بی سی. کنت کاتسمن، پژوهشگر ارشد مسائل ایران در مرکز تحقیقات کنگره آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای کاتسمن، خوش آمدید به برنامه. یک سال از تحریم مجدد ایران میگذره، نه ایران حاضر به مذاکره شده، نه حکومت در ایران تغییر کرده. چقدر دونالد ترامپ به اهدافش نزدیک شده؟ خب بستگی داره که تعریف ما از اهداف دونالد ترامپ چی باشه. اهدافی که میخواسته بهشون برسه مثلا سقوط تحریم اقتصاد ایران میتونسته باشه، یا تسلیم ایران، پذیرفتن ایران، پذیرفتن اون 12 تقاضایی که آقای پومپئو در ماه می 2018 مطرح کرد. اگر اونها باشه، خب دولت آمریکا نزدیکتر نشده به اون اهداف. اما اگر هدف این باشه که احیاناً دوباره مذاکره بشه درباره توافق هسته‌ای، شاید بشه گفتش که احیاناً تغییرات محدودی در اون اعمال بشه در برجام، مثلا بحث موشک‌های بالستیک ایران درش لحاظ بشه. از اون نظر میشه گفت که بله، به اون هدف میتونن برسن. متوجه پاسختون نشدم. میفرمایید که مذاکره ایران درباره برنامه موشکیش محتمل‌تر شده از قبل؟ تا حدی بله، نشانه هایی بوده که حاکی از این که آقای ظریف و آقای روحانی به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت هایی رو باش مطرح کردن که ایران شاید دست کم حاضر باشه که بحث کنه، صحبت کنه راجع به موضوع توسعه موشک های بالستیک خودش و محدودیت هایی که ممکنه حاضر باشن دربارش بحث کنن. ولی پیش شرطی که هم حسن روحانی هم محمد جواد ظریف بارها و بارها تکرار کردند، لغو تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده و هیچ نشانه‌ای از جانب آمریکا دیده نمیشه برای اینکه تمایلی به لغو این تحریم‌ها داشته باشه. این درسته و به همین دلیل که ما الان در یک بنبست هستیم. هیچ پیشرفتی حاصل نشده به داوری من و برآورد من. پیشبینی من اینه که چنین نشانه رو تا اینجا نداشتیم از جانب آمریکا که بخواد تحریما رو برداره یا کمتر کنه، و در نتیجه ایران هم حاضر نشده که وارد هیچ گفتگویی بشه. یک پنجره، یک فرصتی بود به نظر می‌رسید که در اجلاس گروه سفت وقتی آقای ظریف به فرانسه رفت، شاید ملاقاتی بتونه داشته باشه. آقای ترامپ یک صحبت هایی کرد که حاکی از اینکه شاید حمایت کنه از این خط اعتباری 50 میلیارد دلاری برای میلیون دلاری برای اقتصاد ایران، ولی خب بعد حملات موشکی به عربستان رو داشتیم در میانه ماه سپتامبر و در نتیجه وضعیت چندان جای خوشبینی نیست برای اینکه گفتگویی صورت بگیره. آقای کاتسمن، در مقالاتی که شما نوشتید از اونها چنین برداشت میشه که شما موافق تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام نبودید. اگر که بپذیریم که دونالد ترامپ اونطور که خودش ادعا میکنه هدفش از اعمال فشار بر ایران تغییر رفتار ایران بود، فکر میکنید که آمریکا با ماندن در برجام به اون هدف میرسید؟ خب بله، همونطور که اشاره کردید من استدلال کردم در مقاله‌ای که نوشتم که منطق ترک برجام، فلسفه ترک برجام، من منطق این رو قانع کننده نیافته بودم. ایران داخل برجام به نظر می رسید و طبق بررسی ها و بازرسی ها نشون داده شده بود که داره پایبند به برجام و دیگر رفتار، البته جنبه های دیگر رفتار ایران مثل بحث موشکی و حمایت ایران از بعضی از نیروهای منطقه‌ای
خب این بود و شاید تحریم ها تا حدی توان ایران رو برای حمایت از این گروه ها محدود کرده باشه، اما به هر حال دولت آمریکا تصمیم گرفت که فشار حد اکثری اعمال کنه تا ایران تسلیم بشه و خب اون هدف تا اینجا محقق نشده و به اعتقاد من احتمالش کمه که محقق بشه. به نظر نمیرسه که ایران حاضر باشه که کاملا تسلیم بشه یا اینکه کاملا فرو بپاشه در اثر این تحریم های آمریکا. شما به عنوان کسی که مشاوره میدید به کنگره آمریکا، توصیه‌تون چیه با توجه به بن‌بستی که به نظر میرسه دو طرف درش قرار گرفتن؟ بله، البته در موضع من هیچ وقت توصیه نمی کنیم به کنگره، اما همونطور که گفتم یک شواهدی یا دلایلی برای خوشبینی بود در ماه آگوست در حین گفتگوهای جی 7 وقتی که آقای ترامپ به فرانسه رفت و در سپتامبر در اجلاس مجلس عمومی سازمان ملل احتمال گفتگوی روحانی و ترامپ بود، ولی اون هم اتفاق نیفتاد به خاطر حمله به سایت نفتی عربستان سعودی. من فکر می‌کنم اگر که یک مقطع آرامی داشته باشیم و حملات دیگری در خلیج صورت نگیره و پرزیدنت ترامپ اگه بخواد که یک توافقی رو به من دستاورد به کمپین انتخاباتی خودش در سال آینده ببره، شاید اون وقت شاهد نشانهایی باشیم که آمریکا یک تحریم‌هایی رو علیه ایران برای رسیدن به یک توافق تا حدی آسان‌تر کنه، کمتر کنه و اون وقت شاید گفتگو ممکن باشه. ولی با توجه به اینکه شروط 12 گانه‌ای که مایک پومپئو برای ایران طرح کرده بسیار فراتر از یک برنامه است، بسیاری از اونها در واقع ماهیت و هویت جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته، فکر میکنید که اصلا راهی برای شروع مذاکره هست وقتی که اینقدر مباحث گسترده است؟ خب اون 12 تقاضا که آقای پومپئو وزیر خارجه مطرحشون کرد، باید بگیم که اخیراً پرزیدنت ترامپ اومد محدود کرد بحث خودشون به بحث هسته‌ای و گفت سلاح هسته‌ای در کار نباشه. بنابراین من فکر میکنم که شاید تا حدی جای انعطاف پذیری باشه تا یک سری مجموعه تقاضاهای محدودتری نسبت به اون 12 تقاضای آقای پومپئو رو روش بحث کنن، مثلا بحث تمدید محدودیت‌های هسته‌ای علیه ایران فراتر از انقضای کنونی برجام یا بازرسی از بعضی از تأسیسات ایران که در حال حاضر مشمول بازرسی نمیشن، بحث موشک‌های بالستیک که اشاره کردیم. بنابراین ممکنه که فرصتی باشه که این تقاضاهای 12 گانه رو محدود کرد. اون 12 تا شاید حد اکثری بودند، ولی خب امکانش هست که محدودتر بشن. متشکرم. کنت کتسمن، پژوهشگر ارشد مسائل ایران در مرکز تحقیقات کنگره آمریکا با ما. یک سال پیش در چنین روزی آن دسته از تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که پس از توافق برجام برداشته شده بودند با فرمان دونالد ترامپ دوباره به اجرا گذاشته شدند. این 6 ماه پس از روزی بود که دونالد ترامپ از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. در یک سال گذشته آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه ایران به اجرا گذاشته که بر درآمدهای نفتی ایران بیشترین تأثیر را داشته. خشایار جنیدی در گفتگو با برایان هوک فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران از میزان تأثیرگذاری سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران پرسیده. Here we are, 1 year later, and there is no historic precedent for what we have done. آنچه در یک سال گذشته انجام داده ایم از جهت هزینه تحمیل شده به سیاست خارجی ایران و ممانعت از دسترسی رژیم به ده‌ها میلیارد دلار بی‌سابقه است. صادرات نفت، بخش‌های فلزات، پتروشیمی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به شدت سقوط کرده. آنها از خدمات مالی سویفت محروم شدند. این رژیم در عرصه جهانی به طور فزاینده‌ای منزوی شده. همزمان ایران اعلام کرده که میزان غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده. آیا سیاست حداکثری شما تأثیرگذار بوده؟ ایران 40 سال است که از قواعد بین‌المللی سرپیچی کرده. در زمان توافق هسته‌ای سیاست خارجی رژیم به طور فزاینده‌ای توسعه گرایانه بود. بسیاری از دستاوردهای آنها در دولت اوباما رخ داد، اما این روند را معکوس کردیم و حکومت ایران این را می‌داند. هفته پیش و این هفته تحریم‌های جدیدی را وضع کردید که روی زندگی مردم هم فشار می‌گذاره. دیدبان حقوق بشر گفته دسترسی مردم به بخش درمان سخت‌تر شده. در این باره چه می‌گویید؟
Our sanctions regime makes an exceptions for food and medicine and medical devices. غذا، دارو و لوازم پزشکی از تحریم‌ها مستثنا هستند. چند هفته پیش از برقراری یک کانال بشردوستانه جدید برای تسهیل این گونه مبادلات خبر دادیم. رژیم هزینه ماجراجویی‌های خارجی خود را به رفاه مردمش ترجیح می‌دهد. تحریم‌های جدیدی را علیه افرادی اعلام کرده اید که احتمالاً در آمریکا دارایی ندارند. بعضی از منتقدان می‌گویند این تحریم‌ها بیشتر نمادین هستند تا اثرگذار. I wouldn't be so sure that they don't have assets that we can't touch. نمی‌توان گفت که همه دارایی‌های آنها دور از دسترس ماست. ما رئیس قوه قضاییه را تحریم کردیم. می‌دانیم این تحریم‌ها تاثیرگذارند. درست است که این تحریم‌ها می‌توانند نمادین باشند، اما در نظر داشته باشید اگر رئیس قوه قضاییه یا حلقه نزدیکان رهبر ایران را تحریم نکنیم، این پیام را منتقل می‌کنیم که آنها می‌توانند بدون ترس از مجازات به کشتار و اعدام نوجوانان و نقض آزادی بیان و آزادی مطبوعات ادامه دهند. ما این گونه به مردم ایران می‌گوییم که طرف شما هستیم، نه آنها. بعضی از شهروندان ایرانی آمریکایی یا آمریکایی در ایران زندانی‌اند. آیا تلاش دیپلماتیک برای آزادی این افراد در جریان هست؟ ایران میگوید برای مبادله آماده است. بیانیه وزیر خارجه ایران ظریف را دیدم که صحبت از آمادگی برای مبادله زندانی ها کرده. ما فکر نمی کنیم که بشود از طریق رسانه ها به مسائل کنسولی پرداخت، بلکه باید از طریق سوئیس که حافظ منافع ما در ایران است اقدام شود. اگر جدی هستند باید همه زندانیان ما را بلافاصله آزاد کنند. آنها بیگناهند، بعضی از آنها بیمارند. این فرصت مناسبی برای نشان دادن حسن نیت دیپلماتیک است که همه زندانیان بیگناه آمریکایی را آزاد کنند. برای گفتگوی بیشتر در این باره بهنام طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در مرکز دفاع از دموکراسی‌ها که خانه فشار حداکثری برای ایران از واشنگتن با ماست، و همچنین یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست خارجی و سیاستگذاری عمومی از دانشگاه ویرجینیا تک هم از واشنگتن به ما پیوست. آقایان خوش آمدید به برنامه. آقای عزیزی، آیا فکر می‌کنید که سیاست حداکثری آمریکا مؤثر بوده؟ نه، مسلما فشار حداکثری آمریکا یک سیاست شکست خورده هستش. دلایل مختلفی داره این قضیه. یکی از دلایل اونه که آمریکا داره به صورت یک جانبه رفتار میکنه در سطح جهانی، نه به صورت چند جانبه که آقای اوباما انجام میداد، و برای همین حمایت‌های مختلفی از اتحادیه اروپا و کشورهای بسیار با اهمیت در زمینه تحریم ایران مثل چین، هند، ترکیه و روسیه رو نداره با خودش. دلیل دیگه این هستش که آمریکا شروطی رو گذاشته و شرایطی رو گذاشته که اینها حتی حداقل‌های خواسته های مقامات ایران رو هم نمیتونه برآورده کنه. برای همین مقامات جمهوری اسلامی به هیچ عنوان پاسخ نخواهند داد به اونها. و مورد سوم هم این هست که ادبیات و رفتاری که هیئت حاکمه آمریکا نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و مردم اون دارن، رفتاری هست که در تحریم‌ها می‌بینیم، در مازلمبن می‌بینیم، تراول بن می‌بینیم و خیلی مسائل دیگه که باعث شده که دولت جمهوری اسلامی و مردم مخالف این رفتار آمریکا باشن. آقای طالب‌لو، شنیدید صحبت‌های آقای عزیزی رو که معتقدند که سیاست فشار حداکثری نتیجه نداده، اما شما از طرفداران این سیاست هستید. پاسخ آقای عزیزی رو شنیدم، متاسفانه با ایشون موافق نیستم. در این مقطع تاریخی الان در سالگرد تحریم‌های آمریکا که پیشتر بعد از برجام لغو شده بودند، باید اشاره کرد که فشار حداکثری در درجه اول یک استدلال، یک سیاست استراتژی اقتصادی بوده و بنابراین با توجه به این معیار باید که موفقیت یا عدم موفقیت اون رو بسنجیم. چیزی که باید گفت اینه که در این یک سالی که گذشته واشنگتن موفق شده یک جانبه، یک تنه، همونطور که آقای عزیزی اشاره کردن، تمام مجازات هایی که تک تک مجازات هایی که پیشتر برجام لغو کرده بود دوباره وضع کنه و تأثیر ماکرو اقتصادی بیشتری از نظر اقتصاد کلان، تأثیر بیشتری نسبت به گذشته حاصل کنه. بنابراین از این نظر در کاری که در دفعه پیش 10 سال وقت براش لازم بود در یک سال انجام داده. بنابراین این ممکنه که هم تحلیلگران در واشنگتن و هم بیزنس ها در اروپا و آسیا بهش پی بردن.
آقای عزیزی، اگر که هدف واشنگتن در واقع فشار بر اقتصاد ایران بوده، از دید آقای طالبلو موفق بوده؟ خب به نظر من ایشون دارن در مورد اهداف آمریکا اشتباه قضاوت میکنن. ببینید، تحریم یکی از وسایلی است که در سیاست خارجی آمریکا برای رسیدن به مقصودشون، هدفشون استفاده میشه. تحریم خودش مقصود و وسیله نیستش. بله، اگه میخوایم بدونیم که به اقتصاد ایران ضربه خورده، به مردم مظلوم و مقتدر ایران ضربه خورده و اونها در شرایط بد اقتصادی هستن، خب من با ایشون موافقم. اما باید ببینیم هدف آقای ترامپ چی بوده، هدف هیئت حاکمه آمریکا، دولت جدید آمریکا که روی سر کار اومده چی بوده. هدف این بوده، حالا چیزای مختلفی میگن، یکی از مشکلات هم اینه که واقعا کسی نمیدونه که واقعا هدف آمریکا چیه، ولی فرض کنیم هدف این بوده که یک قرارداد جدیدی تنظیم بشه در حوزه هسته‌ای. هدف این بوده که در واقع رفتارهای منطقه ایران رو تغییر بدن یا تحت کنترل قرار بدن. هدف این بوده که مسائل موشکی رو تحت کنترل در بیارن یا محدود بکنه. ببینید، ما اگه بیایم در مورد اهداف آمریکا صحبت کنیم، میبینیم که این تحریم یک جانبه به هیچ عنوان به رسیدن به اهداف آمریکا کمک نمی‌کنه. ما داریم می‌بینیم که شرایط اقتصادی در ایران درسته که بده، اما به یک حالت استیبلی رسیده و این از نظر بسیاری از در واقع اطلاعات و در واقع گزارش‌های علمی هم ثابت شده که یک کشوری وقتی که می‌تونه به صورت یک جانبه فقط تحت تحریم قرار میگیره، میتونه با استفاده از المان‌های دیگه، قدرت‌های دیگه منطقه‌ای که داره و رفتارهایی که میتونه با روسیه، چین و کشورهای دیگه داشته باشه، به صورت پنهان تا حد محدودی اقتصاد خودش رو به حالت کنترل در بیاره. من نمیگم اقتصاد ایران عالی میشه، خوب میشه، تحت تاثیر قرار نگرفته، ولی باید تصور کنیم که اقتصاد ایران به اون مرحله شکنندگی نخواهد رسید که بیان و جلوی مثلا آقای ترامپ زانو بزنن، بگن که هر چیزی شما خواستین، هر خواسته خواستین ما انجام میدیم. شرایط در زمان آقای اوباما فرق میکرد. ببینید، من باز هم تکرار میکنم، سه شرط رو همزمان داشت آقای اوباما. یکی تحریم های بسیار سخت، این تحریم ها از این تحریم ها بسیار شکننده تر، بسیار سخت تر بود بر ضد ایران. دومی مسئله این بود، تحریم های دوران آقای اوباما سنگین تر بود. بله بله، بسیار سنگین تر بود، به خاطر اینکه در سال 2011-2012 هم تحریم های اتحادیه اروپا، هم تحریم های سازمان ملل متحد، هم تحریم های آمریکا همزمان بر ضد جمهوری اسلامی اعمال شد و این باعث شد که تمام کشورها، حتی ترکیه، حتی روسیه، حتی چین، حتی هند، حتی کشورهای مهم جنوب شرق آسیا که ایران از طریق اونها، از طریق کشتی ها و از طریق بعضی از مناسبات میتونست محصولات خودش رو صادر یا وارد بکنه، محصولات مورد نیاز خودش رو، همه اونها تصمیم بگیرن همکاری کنم با دولت اوباما و بر ضد ایران همه با هم دست به دست هم بدن. ولی الان اینطور نیستش. الان دولت آقای ترامپ با همه دنیا درگیره، حتی با متحدین سنتی خودش هم درگیره و مسئله ایران روی میز مذاکره است برای هر کشوری که میتونه یه ذره کمک کنه، یه ذره کمک نکنه. روسیه و چین مسلما به ایران دارن کمک میکنن در این شرایط. آقای طالبلو، هدف دونالد ترامپ واقعا چیه از این تحریم ها؟ این سوال خیلی خوبیه، چون آقای عزیزی پاسخش رو نشون میده که متوجه نشدن که این یک رویکرد دو لبه بوده. در درجه اول تحریم ها هدفشون بوده که تحمیل کنن وضعیتی رو خاصی رو به ایران و این موفقیت آمیز بوده. بنابراین با تحمیل هزینه به ایران در مدت زمان قابل توجه، ایران رو وادار میکنن که رفتار سیاست خارجی خودش رو تغییر بده. بنابراین از این نظر موفقیت آمیز بوده. و در درجه دوم، چنان فشاری در از نظر اقتصاد کلان به ایران وادار میکنه، وارد میکنه که ایران در نهایت مجبور بشه که به میز مذاکره برگرده. این بنابراین معنیش اینه که اون جنگ، اون فشاری که در پایان مقطع جنگ ایران عراق وجود داشت روی رژیم ایران، این رو دوباره به اونها تحمیل کنن تا ایران به دنبال یک راه حل ایدئال، یک راه حل، بهترین راه حل ممکن بگرده. بنابراین همونطور که ایران در اون زمان آقای خمینی جام زهر رو نوشید، حالا ما میخواییم دوباره همون شرایط رو به آقای خامنه‌ای تحمیل کنیم تا دوباره به دنبال یک چنین راه حلی بیفته. بنابراین به همین دلیله که باید که این وضعیت رو ادامه بدیم. و باز باید به طور کوتاه بگم که در زمان آقای اوباما، یک نگاهی به سیاست فشار آقای اوباما به ایران اگه نگاه کنیم، ترکیه در اون موقع چندان به این قضیه وارد نشد و اون فشار اقتصادی که الان از نظر اقتصاد کلان در ایران وجود داره اون زمان وجود نداشت. و این داده ها این نتیجه رو تصدیق نمی کنند که این فشاری که ایران در اون زمان وضعش بدتر بود نسبت به حالا. اگر به تولید ناخالص ملی نگاه کنیم، اگر به صادرات نفت نگاه کنیم،
اگر به ارزش ریال نسبت به دلار نگاه کنیم، اگر به اینفلیشن یا به تورم نگاه کنیم، همه اینها نشون میده که اون زمان فشار بیشتر بود و همه اینها رو آقای ترامپ، دولت ترامپ استفاده میکنه ازش تا ایران رو دوباره به میز مذاکره برگردونه. اون بخش، این بخش از استراتژی دو لبه که گفتیم هنوز موفق نشده. دقیقاً ایران با حدود 60 سانتریفیوژ شروع کرد و بعد به حدود 19,000 تا رسید. بنابراین اون اهرم ایران بود. الان ایران، خب بله، طبیعتاً دوباره داره در زمینه نظامی، در خلیج فارس، در بخش هسته‌ای، در بخش سایبری داره فعالیت خودش رو تشدید میکنه، چون ایران داره میخواد از این اهرم استفاده کنه و فشار خودش رو اعمال کنه برای اینکه موقعیت خودش رو تقویت کنه، برای اینکه اگر به مذاکره برگرده اون وقت دست قوی تری داشته باشه. آقای نصر، دوتون دعوت میکنم که با ما بمونین. ما در یک سالگی بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران که شاهد نوسانات ارز، توقف واردات، مشکلات در واردات دارو و تجهیزات پزشکی فراوان بوده، از بیننده هامون خواستیم که درباره بازگشت تحریم ها و اثرش روی زندگیشون به ما بگن. بشنویم نظر بعضی از مخاطبانمون رو. تحریم ها به طرق مختلف باعث ناراحتی روحی برای ما شدن، مخصوصا من که خودم یه بیمار اعصاب و روان هستم. تو تهیه داروام بخواد تحت تاثیر تحریما دچار مشکل شدم و تثبیت خلق من و کنترل حالات روانی من تا حدود زیادی به تامین این داروها بستگی داره، در حالی که تهیه خود این داروها برای من یه کابوس شده. یعنی برای تامین به عنوان مثلا آمپول فنوکسول بعد 3 تا 4 تا داروخانه رو بگردم، حالا جدا از مسئله هزینش، و همیشه استرس اینو داشته باشم که کی پیدا میشه کی پیدا نمیشه. و خب مسلما این استرس باعث میشه که من افسرده تر و بیقرارتر و مضطرب تر بشم. من همسرم یک بازنشسته هستش، ما فقط با حقوقمون میتونیم کرایه خونمون رو بدیم، قسطامون و قرضامون رو بدیم و به سختی زندگیمون رو میگذرونیم. من و همسرم دوتایی کار میکنیم تا از پس هزینه بر بیاییم و روز به روزم بدتر میشه. برای این جانب تحریم اینها را گذاشته. یک، پارسال من حدود 160 کیلو برنج ایران خریده بودم که قیمت آنها الان 2 برابر شده. امسال 1 کیلو هم نتونستم بخرم. دو، پارسال من حدود 30 کیلو یا 35 کیلو گوشت گوسفند خریده بودم که امسال حدود 3 کیلو خریده. از نظر غذایی اینها رو گفتم. از نظر وسایل خانگی، مثلا پارسال یه یخچال خریده بودم واسه یه نفر 2,180,000 تومان. همون یخچال امسال شده 4,290,000 تومان. اینا همش تحریمه. کمر مردم رو میشکنه، اون بالا اونها که نشستن میخورن و میخوابن، میگن تحریم هیچ کاری نمیکنه. و آقای روحانی هم میگه که امسال از پارسال بهتره. مسئولین کشور اصلا مردم برشون مهم نیست، چون اگه برشون مهم بود انقدر لجبازی نمی کردن، انقدر قلدر مهابانه برخورد نمی کردن. یه زمانی از شما خب میگی تحریم بکنید، مشکلی نیست که قدرتشو داشته باشید، بتونین جبران کنین، بتونین سوبسیدشو بدید، بتونین مردمتون رو لااقل از این فقر خارج کنید. ولی الان تنها بازنده این تحریم ها مردم ایران هستن. ولاغر، یعنی من خیلی راحت میگم به آقای ترامپ، خودتو داری گول میزنی که حکومت جمهوری اسلامی رو داری تحریم میکنی. اصلا اینجوری نیست، هیچ اتفاق برای اونا نیفتاده. مردم رو بدبخت کردی، مردم ایران رو داری اذیت میکنی و مردم ایران در آینده به بدی از تو نام میبرن. تو بدترین رئیس جمهوری هستی که امریکا به نظرم به خودش دیده، چون نه جرأت اینو داشتی که بخوای خیلی راحت و واضح جلوی جمهوری اسلامی وایسی و به اون تهدیدهای مضحک و احمقانه‌ای که میگی امروز حمله میکنم، فردا فلان کارو میکنم و فرداش میزنی زیرش، عمل کنی. به نظر من تو فقط مردم ایران رو داری اذیت میکنی و مردم ایران رو بیچاره کردی و مردم بدی تو رو خواهند گفت و تاریخ بدبختی مردم ایران رو به گردن تو خواهد انداخت.
شنیدید نظر بعضی از مخاطبان بی بی سی فارسی رو. بهنام طالبلو و یوسف عزیزی کماکان با ما هستن. آقای طالبلو، شنیدید نظر مردم رو که تحریم ها بر جناح حاکم تأثیر نگذاشته بلکه کمر مردم رو شکسته؟ متاسفانه در هر سیاست تحریمی همیشه یک سرریزی هست برای نتایج غیر مطلوب. اما خب در ایران یک اقتصاد فاسدی هست، یک مافیای اقتصادی به رهبری خامنه‌ای و سپاه پاسداران و تمام این بانک ها و شرکت های بیشماری که به اون وابسته هستند، اینها زمام امور رو در دست دارن در بخش ساخت و ساز، مثلا که تونل ساختن برای برنامه هسته‌ای غیر مشروع ایران، برای برنامه موشکی ایران. اینها رو رفتن دنبال منابع نفتی ایران. این کاری نیست که آقای ترامپ شروع کرد، این رو سازمان ملل شروع کرد، اروپایی‌ها شروع کردن، این رو در دوره پرزیدنت اوباما شروع کردن. این در واقع امتداد یک سیاست فشار صلح‌آمیز برای کسانی که سیاست ایران رو، سیاست تحریم رو، برای اینکه این سیاست بتونه که منابع مالی ایران رو هدف قرار بگیره و برای ایران کار رو دشوارتر کنه، برای اینکه بتونه نیروهای نیابتی خودش رو تامین مالی کنه، برای اینکه حمایت کنه از اینکه شهروندان ایران و پولهای ایران به کشور خودش برگردن به جای اینکه در خارج هدر داده بشن. سوال اینه که اگر تحریم نکنیم اون وقت چه کار کنیم؟ اگر شما معتقدید که جمهوری اسلامی باید متوقف شه، اگر معتقدید که رفتار خصومت‌آمیز و تهاجمی ایران در منطقه و بی‌آبرویی بین‌المللی ایران باید متوقف بشه و نقض حقوق بشر در داخل ایران باید متوقف بشه و همزمان مخالف تحریم هستید، بگید که پس باید چه کار کنیم؟ از چه راه حلی حمایت میکنید؟ آقای چه راه حل صلح‌آمیزی که میشه برای ایران تشویق و تنبیه رو همزمان درش داشت، چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟ مگر اینکه شاید معتقد باشید که ایران رو نباید مجازات کرد یا متوقف کرد. آقای عزیزی، چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟ من اول از همه در مورد صحبت‌های برخی از مردم که گذاشته بودیم باید دوباره اشاره کنم. صحبت‌های اولی من که مردم ایران مردمی مظلوم و مقتدر هستند. اما نکته دیگه که می‌خوام بگم اینه که وقتی ما نگاه می‌کنیم به این نوع صحبت کردن در مورد برجام و در مورد مسائل بعدی، می‌فهمیم که آقای ترامپ از زمان کمپینینگ خودشون در سال 2016 متأسفانه با اطلاعات غلط در زمینه ایران روبرو بودن و برای همین سیاستی که گذاشتنم سیاست غلطیه و به نتیجه نمیرسه. این اطلاعات غلط چی بود؟ این بود که ایشون در کمپین انتخاباتیشون بر ضد برجام وقتی می‌خواستن صحبت کنن گفتن که اگر آقای اوباما چند ماه، سه چهار ماه تحریم‌ها رو ادامه میداد، کمر دولت ایران میشکست و ایران زانو میزد جلوی آمریکا. اما اوباما زودتر رفته و برای همین یک دیل بدی هست و فلان اینا. و ما می‌بینیم که الان 2 سال از تحریم‌های آمریکا و خروج آمریکا از برجام گذشته، اما ایران سر میز مذاکره نیامده. این یکی از علت‌هایی هست، یکی از علت‌هایی که آقای بولتون رو از تیم نزدیکان خودش کنار گذاشته. و به نظر من کم کم اگر ایران تا انتهای سال بعد، رقابت‌های انتخاباتی 2020 آمریکا، اگر ایران با آمریکا سر میز مذاکره جدی نره، حال مذاکرات پشت پرده من کاری ندارم، مذاکرات جدی نره، این انتظار هست که تمام کسانی که بر ضد ایران دور خودش جمع کرده و به صورت رادیکال بر ضد ایران دارن اطلاعات غلط به آقای ترامپ میدن رو کنار بذاره تا بتونه در دور دومش به یک در واقع یک تفاهم مناسب با ایران برسه. اما در مورد مسائل دیگه که گفته شد توسط مهمان دیگه برنامه‌تون، باید بگم که ادعای حقوق بشر و اینجور ادعاها از طرف دولت آمریکا واقعا مسخره است. ما وقتی وضعیت کردها و ترکیه رو می‌بینیم، وقتی وضعیت عربستان سعودی و اون کاری که با یک روزنامه‌نگار کردن در اسید حلش که اصلا بدنش هنوز پیدا نشده رو می‌بینیم، به نظر من صحبت در مورد حقوق بشر و اینکه این در واقع تحریم‌ها برای رعایت حقوق بشر در این هست، حرفای مسخره‌ای هستش. ما بحث دارو و بحث انواع و اقسام تحریم‌هایی که داره به مردم ضربه می‌زنه، این حرف رو ما در مردم دیدیم زدن، بسیار حرف درستیه. تحریم‌های آمریکا به هیئت حاکمه ایران هیچ لطمه‌ای نمی‌زنه. نکته دیگه‌ای که می‌خوام بگم اینه که تمام اطلاعات، گزارش ها و تحقیقات علمی نشون داده که در حین تحریم سنگین یک کشور اتفاقا فساد اداری ممکنه در اون کشور گسترش پیدا کنه. این ادعای مهمان برنامه شما که ما این تحریما رو میکنیم تا مثلا فساد در ایران ریشه کن بشه، به نظر من حرف مسخره ایه. بله آقای عزیزی، ولی هنوز پاسخ آقای طالبرو رو ندادید که پیشنهاد شما چیه؟ ببینید، کاری که آقای اوباما کرد و مذاکرات برجام به نتیجه حداقل امضا رسید، آقای خامنه‌ای رهبر عالی جمهوری اسلامی یک صحبتی کردن،
گفتن ما آمریکا رو داریم تست میکنیم. اگر آمریکا در این حوزه هسته‌ای که محدود برجام موضوع هسته‌ای محدود بود، اگر آمریکا به تعهدات خودش عمل کرد، ما در موضوعات دیگه حاضریم وارد گفته باشیم. بسیار بسیار در واقع یه پوزیشن بسیار قوی بود. ما قبل از این ندیده بودیم از جمهوری اسلامی، یک در واقع ادعای خیلی بزرگی بود از رهبر جمهوری اسلامی. و این اتفاقی گفته، ببینید این مسئله 28 مرداد سال 1332 نیستش، مسئله انقلاب نیست، مسئله جنگ نیست که بگیم تو خاطره هاست اسناد میاد بیرون. برجام چیزی است که مال 2-3 سال پیشه. همه ما الان یک شهود عینی داریم نسبت بهش. کسی که برجام رو زیر پا گذاشت آمریکا بود، نه ایران. بنابراین چگونه انتظار داریم که ایران دوباره وارد یک تعهدی بشه، یک تعهد سنگین‌تری بشه، وقتی آمریکا حتی به تعهدات ساده و یک طرفه خودش، یعنی برجامی که روی اعتماد، بخشی از برجام روی اعتماد طرف ایرانی با آمریکایی بود، آمریکا الان حاضر نشده اون کار رو انجام بده، حاضر نشده به تعهد خودش عمل بکنه. ما چطور انتظار داریم که ایران در یک مسئله بزرگتری بیاد وارد بشه؟ صحیح. آقای طالب‌لو، 30 ثانیه فرصت هست برای جمع‌بندی بحث. در نهایت، در پایان این یک سال، آیا شما چشم‌اندازی برای مذاکره بین ایران و آمریکا می‌بینید؟ فکر می‌کنم در حال حاضر خیلی محتمل نیست در حد رسمی بین سطح رسمی بین دولت ایران و پرزیدنت ترامپ. آقای خامنه‌ای، آقای روحانی و سران سپاه همه اونها رد کردن این موضوع را. هدف اینه که جمهوری اسلامی به سال 2020 برسه، هدفشون برسه، بلکه ترامپ دوباره انتخاب نشه و اون وقت دولت دیگری بر سر کار باشه. آقای عزیزی، شما چطور می‌بینید آینده و احتمال مذاکره رو؟ به نظر من احتمال اینکه آقای ترامپ انتخاب نشه احتمال اندکی هست، اما ایران باید چند کار انجام بده. یکی اینکه به هیچ عنوان وارد مذاکرات جدی تا انتخابات 2020 آمریکا نشه. مسئله دوم اینکه تمام برگ‌های برنده خودش رو، توان هستی خودش که در برجام متوقف کرد، از دست داد یا هر کاری کردش، اونها رو دوباره بازیابی و بازسازی کنه. همین کارهایی که الان داره می‌کنه باید با شتاب بیشتری انجام بده، چون ایران و آمریکا حتماً دوباره پای میز مذاکره خواهند نشست و در اون لحظه ایران باید برگ‌های برنده خودش رو روی میز مذاکره بذاره. در دور دوم آقای اوباما، حتی آقای ترامپ، اگر دور دوم هم قبول انتخاب بشه، مذاکره کردن با آقای ترامپ بسیار راحت تر خواهد بود. متشکرم. یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست خارجی و سیاستگذاری عمومی از دانشگاه ویرجینیا تک، و بهنام طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در مرکز دفاع از دموکراسی ها. همطور که اشاره شد، یک سال از آغاز اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذرد. تحریم‌هایی که صنعت نفت، کشتیرانی، بانک و بیمه ایران را هدف گرفت. بهرنگ تاجی نگاهی کرده به تأثیرات این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران. مشکلات اقتصادی هست. آبان 1397، اندکی پس از آغاز تحریم‌های ثانویه آمریکا، رئیس جمهوری ایران تأثیرگذاری آنها را زیر سوال می‌برد. ما نفتمون رو می‌فروشیم. هر کاری هم اونا بکنن، ما اونقدر راه داریم و مسیر داریم برای فروش نفت که تحریم اونها بی اثره. ولی از بهار پارسال که رئیس جمهوری آمریکا با این امضا فرایند بازگشت تحریم ها را کلید زد، صادرات نفتی ایران رو به سقوط گذاشت. طبق تخمین های مؤسسه کپلر، در این یک سال و نیم صادرات نفت و میعانات گازی از 2,800,000 بشکه در روز به حدود 200,000 بشکه در روز رسیده، یعنی تقریبا 1/10 شده. نگرانی های ناشی از تحریم آمریکا علیه ایران باعث شد که اون تورم انتظاری و اون در واقع انتظار تورمی در جامعه ایران که همه حدس می زدن که خب با آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری به کاخ سفید، شرایط اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد و دوباره رفت آمد دلارهای نفتی، درآمدهای ایران دشوار خواهد شد به واسطه تحریم ها. همین باعث شد که موجی از تبدیل سرمایه های ریالی در بازار برای اینکه اون رو جایگزین بکنن با یک سرمایه و دارایی که در آینده کمک اونها باشه، و کدام بازار بهتر از بازار طلا و سکه و بازار ارز؟ التهاب در بازار ارز که از پاییز 96 آغاز شده بود، با آغاز تحریم‌های نفتی شدت هم گرفت و بر کل اقتصاد ایران تأثیر گذاشت. تحریم‌ها روند افزایش قیمت دلار را تشدید کرد، طوری که پول ایران به نسبت دو سال پیش 2/3 ارزشش را از دست داده. با سقوط ارزش ریال، شاخص قیمت یعنی سطح کلی قیمت‌ها هم روند صعودی گرفت، به طوری که طبق داده‌های مرکز آمار ایران در دو سال گذشته قیمت کالاها و خدمات به طور متوسط 70% بالا رفته.
روند گرانی مواد غذایی حتی شدیدتر هم بوده، به طوری که با وجود همه یارانه ها قیمت مواد غذایی به طور متوسط بیش از 2 برابر شده. ولی این فقط متوسط است. گرانی بعضی اقلام شدیدتر بوده. مثلا قیمت گوشت گوسفندی در این مدت تقریبا 3 برابر شده. کلی از این پوشک‌ها مجبور شدم بخرم. در کنار گرانی مشکل دیگر کمیاب شدن گاه و بیگاه بعضی کالاها بود، مثل دوره‌ای که پوشک بچه پیدا نمی‌شد. باز هم قرار گرون بشه. کم شدن درآمدهای ارزی به کاهش میزان و تغییر ترکیب واردات ایران هم منجر شد. طبق آمارهای گمرک ایران، میزان واردات کالاهای مصرفی از سال 1396 تا سال 97 تغییر چندانی نکرد، در صورتی که در همین مدت واردات کالاهای واسطه‌ای یعنی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها 23% کاهش یافت و واردات کالاهای سرمایه‌ای که ابزار تولیدند بیش از 30% کم شد. اساساً تولید پر رونقی صورت نمی‌گیره که برای اون تولید نیاز به کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات باشه از طرفی، و از طرف دیگه اینکه افزایش قیمت ارز در بازار ایران باعث شد که قیمت کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات گران بشه و دیگه صرفه نداشته باشه برای تولید کننده ایرانی که از این مواد اولیه وارداتی گران تمام شده وارد بکنه و همچنان تولیدش رو ادامه و همچنان بازار داشته باشه. کاهش واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی و در نتیجه تولید کارخانه ها در کنار کاهش تولیدات نفتی طبیعتاً به رشد اقتصادی ضربه میزند. رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر بالا و پایین زیادی داشته. پیشبینی بانک جهانی بر اساس آمارهای نهادهای دولتی ایران این است که امسال رشد اقتصادی کشور منفی 8.7% باشد و در 2 سال آینده هم تقریبا رشد نکند. اقتصاد ایران با یک بحران تمام عیار و رکود مواجه است. بحرانی که خروج از آن بدون پیدا کردن راهی برای لغو تحریم‌ها چندان آسان نیست. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بهرنگ اینجا در استودیو با ماست. بهرنگ، در پایان گزارشت اشاره کردی که اقتصاد ایران در رکود به سر میبره. چه راههایی برای خروجش وجود داره؟ ببین، طبیعتاً ساده ترین راه خارج کردن اقتصاد ایران از رکود در شرایط فعلی راه سیاسیه، پیدا کردن راهی برای برداشتن تحریم ها. ولی این به این معنی نیست که هیچ راه اقتصادی وجود نداره. رکود پدیده جدیدی نیست. خیلی از کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه دنیا در مقاطع مختلف دچار رکود اقتصادی شدن. بذار من 2 تا مورد و مثال بزنم. در حدود 1 دهه پیش بود که ما بحران مالی جهانی رو داشتیم و باعث شد خیلی از کشورهای غربی اقتصادشون وارد رکود بشه. کشورهای مختلف رفتن سراغ یه سری سیاست‌های معروف به سیاست‌های انبساطی پولی و مالی. مثلا در بریتانیا، بانک مرکزی بریتانیا اومد تلاش کرد که پول به بازار تزریق کنه، اعتبار به بازار تزریق کنه. نرخ بهره رو آورد پایین، پول بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار داد که بتونن وام بدن، و تصور بر این بود که وقتی بانک‌ها انگیزه بیشتری برای وامدهی داشته باشن، طبیعتاً چرخ اقتصاد به رونق میفته و پیش میره و از اون رکود خارج میشن. مشکلی که در بریتانیا پیش اومد این بود که یه بخش زیادی از این پول رفت سراغ کالاهای سرمایه‌ای مثلا زمین و مسکن و باعث تورم کالاهای سرمایه‌ای شد. ایران هم 4 سال پیش، سال 1394، اون موقع هم در رکود بود. قبل از برداشته شدن تحریم‌ها، دولت آقای روحانی یک سیاست مشابه اینو پیش گرفت که تلاش کرد تشویق کنه بانک‌ها رو به وام دادن و تلاش کرد این در واقع با اضافه کردن پول و اعتبار در بازار تقاضایی رو بیشتر کنه، اینجوری اقتصاد رو تحریک کنه که از رکود خارج بشه. ولی مسئله اینجاست که اگه این راه حل رو الان در ایران در واقع پیاده کنن، خطری که وجود داره اینه که دوباره این پول اضافه‌ای که وارد بازار میشه سرازیر بشه به بازار ارز، بازار سکه، بازار مسکن، و دوباره قیمت‌ها رو در این بازارها افزایش بده بدون اینکه به تولید ناخالص ملی کمک کنه. راه دیگه‌ای که وجود داره سیاست‌های انبساطی مالیه. ببین، آمریکا اومد در سال 2008 در زمان جورج دبلیو بوش و بعداً باراک اوباما هم همون سیاست رو پیش گرفت،
یک بسته محرک مالی ایجاد کرد. به چه معنی؟ به این معنی که دولت اومد هزینه هاشو افزایش داد، هزینه های مخصوصا عمرانیش رو افزایش داد و تصور بر اینه که در شرایط رکود اضافه کردن هزینه های دولت، اضافه کردن بودجه عمرانی دولت باعث میشه که اقتصاد رونق بگیره. اصلا یک حرفی میزنن که میگن در شرایط رکود دولت باید یه در رو استخدام کنه، زمین رو بکنن، یه دیگر رو استخدام کنه، چاله رو پر کنن، اینجوری جلوی بالا رفتن مثلا بیکاری رو میگیره و الی آخر. مسئله که در مورد ایران هست اینه که به صورت مزمن، همونطور که ما تورم مزمن داریم، توی سیاست‌های انبساطی مالی هم مشکلمون اینه که بودجه عمرانی دولت جذب نمیشه. یعنی دولت خیلی سالا میاد تو بودجه میگه من اینقدر میخوام صرف بودجه عمرانی کنم، ولی نمیتونه این پول رو جذب، این پول رو هزینه کنه. در نتیجه به هر حال این گزینه هم وجود داره که دولت مثلا در بودجه سال آینده بیاد بودجه عمرانیش رو ببره بالا و اینجوری تلاش کنه که اقتصاد رو از رکود خارج کنه، ولی هیچ تضمینی نیست که بتونه این بودجه رو صرف کنه، مخصوصا به خاطر محدودیتایی که برای واردات وجود داره. ممکنه نتونه مواد لازم یا تجهیزات لازم برای صرف این بودجه عمرانی رو وارد کنه. متشکرم. بهنگ تاجدین. یونسکو به فهرست شهرهایی که آنها را خلاق نامیده دو شهر دیگر از ایران را اضافه کرده، سنندج و بندرعباس. سنندج به خاطر موسیقیش و بندرعباس به علت صنایع دستیش. قبلا هم اصفهان و رشت به ترتیب به علت صنایع دستی و تنوع غذایی به فهرست شهرهای خلاق دنیا اضافه شده بودند. هدف از این کار یونسکو جلب گردشگر بیشتر برای این شهرهاست. حال ایده‌ای از افراد تاثیرگذار در شناساندن جاهای دیدنی و جمعی از عکاس‌های برجسته به ایران دعوت شدند در سفری که به آن فم تریپ هم می‌گویند. سفری برای آشنا کردن مشاوران و دست‌اندرکاران گردشگری با دیدنی‌های یک شهر. ماجرای این سفر و چالش‌های گردشگری ایران در گزارش مینا جوشقانی. از دود و دم تهران تا سیوس پل و نصف جهان، از خراسان، خوزستان، کردستان و قشم تا شیراز. هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی تصاویر زیادی از جاذبه‌های گردشگری ایران و توریست‌های خندان با لباس‌های رنگارنگ منتشر می‌شد و هشتگ‌های فم تریپ و فیل ایران داغ بودند. هدا رستمی از چهره‌های مشهور شبکه‌های اجتماعی برگزار کننده فم تریپ ایران بود. او با دعوت از 12 چهره تاثیرگذار و عکاس‌های حرفه‌ای خارجی که میلیون‌ها دنبال کننده دارند، خواست مزه سفر به ایران را به جهان بچشاند. ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران، با تاکید بر انعکاس تصویری مثبت از ایران به جهان گفت: هر روشی که احساس می‌کنیم در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌توانیم راحت‌تر به آن بپردازیم و هزینه‌های کمتری در پی دارد را پیگیری می‌کنیم. یکی از شرکت کننده‌ها در فم تریپ ایران از شرینه‌هایش درباره ایران پیش از سفر می‌گوید: در رسانه‌های غربی تصویری که از ایران نشون داده میشه اینه که جهان سومه. حرفای ترامپ و تحریم و ممنوعیت روی گردشگری تأثیر میذاره، مثلا از سمت آمریکا و کانادا. به نظرم اصلا خوب نیست. من خیلی به سیاست وارد نیستم، اما فکر میکنم تحریم‌های آمریکا علیه ایران روی اروپا و کل جهان هم تأثیر میذاره. به نظرم خیلی غم‌انگیزه، چه برای پیشرفت گردشگری، چه برای تکامل مردم و جوانایی که میخوان در یه دنیای باز و مدرن زندگی کنن. سیاست خارجی ایران همواره با تعداد گردشگرها رابطه مستقیم داشته. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد تعداد گردشگرهای وارد شده در هر سال تا قبل از سال 2006 رشد آرام و پیوسته‌ای داشته و بعد از تحریم‌های شورای امنیت به پایین‌ترین میزان رسیده. به لطف توافق برجام در سال 2015 این رقم به 5,237,000 گردشگر خارجی رسید و از آن زمان هر سال شاهد رشد تعداد مسافرهای خارجی به ایران بوده‌ایم. اگرچه با بیرون رفتن آمریکا از توافق هسته‌ای در سال 2018 شتابش کمتر شد،
اما چرا با این همه ظرفیت صنعت گردشگری ایران در تنگناست؟ اگرچه حجاب اجباری، ممنوعیت الکل و نبودن ساحل‌های آزاد برای گردشگرهای خارجی کمی دلسرد کننده است، چالش‌های اصلی این صنعت در ایران کمبود زیرساخت هاست. اطلاع رسانی و تبلیغ ناکافی، کمبود هتل و اقامتگاه، وصل نبودن به شبکه بانکی جهانی، ناوگان حمل و نقل قدیمی هوایی، زیرساخت‌های حمل و نقل کهنه زمینی، مشکل نقل و انتقالات مالی بین شرکت‌های مسافربری، لغو پروازهای مستقیم بسیاری از خطوط هوایی خارجی به ایران، لغو پروازهای خطوط هوایی ایران به بسیاری از مقاصد. تازه ترین اونها ایتالیا است که روز جمعه اول نوامبر پروازهای ماهان ایر رو لغو کرد. اما در این سالها دولت‌ها اقدامات متعددی برای رونق بخشیدن به گردشگری کشور کردند. از جمله تسهیل صدور ویزا، ویزاهای فوری و یک طرفه، لغو ویزا برای گردشگرهای چینی، برگزاری همایش‌های تبلیغاتی و البته توافق برجام که از سرگیری پروازهای خطوط هوایی خارجی و بستن قراردادهای خرید هواپیماهای جدید را میسر کرد، هرچند بخشی از اون عملی نشد. در گفتگو با ووتیارا خام، عکاس فرانسوی، ازش تجربه سفرش به ایران رو و بازتابش در کشور خودش رو پرسیدم. برای من همه جا یکسان بود، خیلی فوق‌العاده بود. نمیدونستم از کجا عکس بگیرم، چون هر لحظه یه چهره و یه صحنه فوق‌العاده بود. خیلی خوشم اومد. وقتی برگشتم پاریس و با فرانسوی صحبت میکردم، بعضی زنها میگفتن نه من نمیتونم برم ایران چون نمیخوام حجاب بذارم. بعضی ها میگفتن نمیخوان روسری بپوشن و بعضی دیگه میگفتن که امنیت نداره. بعضی ها از نحوه انعکاس حجاب گردشگرهای زن ناراضی بودند و می گفتند اجباری که برای زنان ایرانی دردسر ساز است را نباید تشویق کرد. و بعضی کارشناسان هم آن را یک نمایش دانستند که با واقعیت‌های زیرساخت گردشگری ایران فاصله دارد. فمچیپ ایران با حاشیه‌هایی هم همراه بود. بسیاری این پروژه را دولتی و با اهدافی فراتر از تبلیغ گردشگری دانستند. ادعایی که با تایید علی اصغر مونسان وزیر گردشگری تقویت شد، اما هدا رستمی کمی بعد در اینستاگرامش آن را تکذیب کرد. انتشار یک فهرست طولانی از حذف نام بزرگان ادبیات و اشعار و داستان‌های آنها از کتاب‌های درسی ایران انتقادهای زیادی به دنبال داشته. مدیر گروه ادبیات دفتر تألیف کتاب‌های درسی گفته این تغییرات برای متناسب سازی کتاب‌ها با سند تحول برنامه درسی ملی بوده. وزیر آموزش و پرورش هم گفته تغییرات مربوط به 3 سال پیش است، اما دستور رسیدگی داده. مریم افشان گزارش می‌دهد. نام بزرگان یکی یکی حذف می شود. از کتاب هایی که قرار است راوی تاریخ ادبیات برای نسل آینده باشد. اشعار شاعرانی چون هوشنگ ابتهاج، نیما یوشیج، رحیم معیری، مهدی اخوان سالس، محمد رضا شفیع کتکنی و خیام و داستانهایی از غلام حسین ساعدی، محمود دولت آبادی، صادق هدایت، ایرج میرزا و بزرگ علوی از کتاب های درسی ایران حذف شدند. این بزرگان جای خود را به نام‌های ناآشنا یا کمتر آشنا دادند. امروز خورشید در دشت آینه دار من و تو. رضا امیرخانی نویسنده یکی دیگر از آنهاست. روزنامه آرمان ملی چاپ یکشنبه در مطلبی با این عنوان نوشت: هرچه بیشتر از واقعیت‌های اجتماع دور شویم، کتاب‌های درسی ما جناحی‌تر، سیاسی‌تر و برای کسب علم بی‌اثرتر خواهند شد. مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش تأکید کرد که هیچ اثر فاخری از کتاب‌ها کم نشده، اما گفت جایی نیاز داشتیم شهید محسن حججی را مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت. محسن حججی از کشته شدگان ایرانی در سوریه است که به مدافعان حرم شناخته می شوند. آقای قاسم پور مقدم ضمن دفاع از این تغییرات همچنین گفت کتب درسی ابزاری است تا دولت بتواند به اهداف و خواسته‌های خود برسد. پس باید شرایط و ویژگی‌های مد نظر دولت را داشته باشد. روزنامه ابتکار چاپ دوشنبه هم در گزارشی با این عنوان به نقل از یک استاد دانشگاه نوشت
متون درسی باید متونی ماندگار و مرتبط با فرهنگ باشد. نمی شود متون ژورنالیستی روزمره را با پسند مدام متغیر سیاستمدارها نوشت. میگویند مردم اینها را دوست دارند. طبیعی است که افراد سیاستمدار این حرفا را بزنند و بگویند مردم ما را دوست دارند و حرفهایمان را میپذیرند. یعنی آدم شعر سعدی را دوست ندارد، اما شعر یک شاعر 25-30 ساله را به دلیل اینکه حرفای سیاستمداران را موزون میگوید دوست دارند. شناساندن ادبیات و بزرگان تاریخ فرهنگ و هنر یکی از وظایف آموزش و پرورش است. وزیر آموزش و پرورش گفته تغییرات صورت گرفته مربوط به 3 سال پیش است، ولی دستور داده تا بررسی کارشناسانه و منصفانه صورت گیرد. دانش آموزان پشت این نیمکت ها شاید روزی خود تصمیم بگیرند که تاریخ ادبی را برای فرزندانشان چطور روایت کنند. مریم افشنگ، بی بی سی. همتون زمانی که ما در ایران مدرسه می رفتیم در کتب درسی به دنبال شعر و ادبیات نبودیم، معمولا زیر نیمکت ها مشغول خوندن این کتاب ها بودیم. ممنون که با این 60 دقیقه همراه بودین. فعلا شب خوش.